چطور؟ پلیس؟ وای 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 جمشید خدا رو چیکارت نکنه؟ مگه نگفتی تو این جاده پلیس نیست؟ بابا این جاده همیشه خلوت بود. من بیشتر از 20 دقیقه این مسیر رو اومدم. دروغ میگی. تو ذات دروغه. بابا دروغم چیه؟ میگم این جاده همیشه خلوت بوده. بابا خلوت بوده این همه پلیس توشه. خدا بهمون رحم کنه. اگه جنسا رو پیدا کنن و چند سال رفتیم که آب خوراک بخوریم. به خودتون مسلط باشین. بذاری من با پلیس صحبت کنم. خدا رو زمین برات داره جمشید. خون سرد. آروم میگردم. سلام باشین جناب صاحب. تشکر، مرسی، ممنون. لطفا مدارکتون بدید. مدارک جناب صاحب؟ بله بله. این همه مدارک جناب صاحب. بارتون چیه؟ قاچاق نیست جناب صاحب. ما اصلا اهل قاچاق اینا نیستیم جناب صاحب. جناب صاحب برنج تارومه. نگفتم قاچاق، گفتم بارتون چیه. عرض کردم برنج تاروم. خب آقای جمشید هزار کدوم یک دونید؟ منم جناب صاحب. بگید در باز کنم. چرا صاحب ما دیرمون شده، باید سریعتر برسیم. باز کنیم، ما وظیفه‌مون رو بررسی کنیم. خیلی تنابه ها این بالا هم میتونیم. سرکار بیا اینه باز کن. نه پا سرکار نمیخواد جناب صاحب. نه خودم ما میکنم. من آقا گوشتون رو خاموش کنید. تو چته دکر؟ چرا رنگ رود پریده؟ اینجوری لو میریم ها. لو میریم؟ پیدا کنم بدبخت شدیم. هم جریمه باید بدیم، هم دست کم 2 سال باید بریم حبس. نخند جناب سرمان، شما اجازه بدیم قربان، من الان توضیح میدم به شما. اینا داروی بدنسازیه، من ورزشکارم خودم. اینا ارزون بود، یعنی من چند تا اضافه خریدم برای باشگاه خریدم. جناب سرمان ماشین رو توقیفش کنید. آقا ماشین رو چرا قربه تورم؟ جناب سرمان دوست اینا بدیم بچه ها بذارم پشت صندوق به دردتون میخوره. جناب سرمان، جناب سرمان یه دقیقه توجه کنید قربان. جاسازش عالیه، پیدا نمیکنه. یعنی تو میگی خیالت راحت تمام موهای تنم سیخ میشه. کیو بریم؟ حله؟ خاک سیانش نیست. بگم جمشید چی کارت نکنن جمشید؟ من دیگه حبس سرتونم بگشم تو. سلام، تو کارگاه. حرف آخر تو اول بزن، بدون تعارف رو در بسی. مرد و مردونه بگو. مرد و مردونه؟ حرفم آخر نامردیه اکبر. چه کنم که دست من نیست. پسره زده به سرش، میگه اگه عقد کنیم بریم زیر یه سقف میترسم دلمو بزنه. الان وقت این حرف هست؟ شرمنده. من چجوری بهش بگم؟ فکر میکنی گفتنش برای من راحته؟ گفتم این سر بگم، یعنی الان بگم بهتره. اکبر شیرینی خوردم، عقد که نکردم. اگه عقد کنم برن زیر یه سقف بچه بیارن، اون موقع که بدتره. دخترم، خونوادم، آبروم، پسرت به این چیزا فکر کرده؟ خدا شاهد این دخترم نگار. یک ماه تموم رفتم حسینیه، دخیل بستم. بلکه این فکرهای واویلا از سر این پسره بیفته. نشد اکبر، نتونستم گانش کنم. به ولای علی نتونستم. بگو ما رو حلال کنه. اون بچه داغون میشه، خورد میشه.
خوشت نیمد؟ کمر بنده تو ببند. اینجا زنجان است. صدای ما رو از شبکه اشراق میشنوید. امیدوارم هر جایی هستید. حالا چرا عقب کرده بابا؟ به این بابا جون، من هر کاری میکنم به خاطر توه، برای آینده توه. نمیخوام مثل من بی پول و بیچاره و آواره باشی. خودت که دیدی مامانت منو تنها گذاشته رفت. خودت شاهد. مامان میگه تو خلاف میکنی. تو هم باور کردی. اینو راست میگم بابا، هر زنی به جای مادرت بود تو اون شرایط منو تنها نمیذاشت، ولی اون منو تنها گذاشت رفت. بارمو گرفته بودن، چه کام برگشت خورده بود. حالا اخماتو با کن بابا، اگه مامانت زنگ زد بگو بابا رفته سر کار. دروغ بگم؟ دروغ چیه بابا؟ من واقعا دارم میرم سر کار. من تمام تلاشمو میکنم که تو خوشبخت بشی، تمام تلاشمو میکنم که مثل من بدبخت و آباد بشی. مهمی که بعد از این مطرح میشه اینه که تلاش کنید که برای اینکه خودتون خوب جایی بدید برای فرزندتون و فرزندتون به اصطلاح احساس آرامش بیشتری بکنه. بابا جیو چی کار میکنی؟ اینجایی تو؟ دو ساعت دارم دعات میزنم؟ صد بار گفتم من این سگ میترسم نیرش دور من. این با تو چی کار داره؟ تو یه نگاه به هیکلت بکن بابا، خجالت بکش بابا. کاری نداره، این گشتش بشه آدمم میخوره. با تو کاری نداره. حکمت. به جناب کلاهبردار اعظمو ببین کیو. معلوم نیست جیو کیو زده، ببین چه تیپی هم زده اساس. نرگده دست به جیبم شده. صد دفعه بهش گفتم من قند دارم نوشابه نخرم. به تو دوغم واسه ما بگی. میگم که خورشت این بچه محلت هم جمشید حرف نداره. خدایشا خب نظرتون چیه؟ این لقمه گنده تر از ذهن ماست، تو گلمون گیر میکنه. ما همین آهنگرازه ها رو بتونیم پول کنیم واسه اون بسته. آره خدایش از سر اونم زیاده. من طرف رو پیدا کردم، هم خودشو هم مغازشو، از رفقای قدیمیمه. بینه مهدی حسابی، تو سر رفیقاتم کلا میذاری؟ ها؟ یعنی بهشون کلک میزنی؟ جمشید، من که تو رو خوب میشناسم، تو دو دره بازی، کلاهبرداری، تو اعتبار نداری. آقا تجارت کردن یه چیزی میخواد به اسم اعتبار که ما نداریم. چی شد چی شد؟ شما راجع به اعتبار خودتون صحبت کنین. منو همه ایران میشناسن، پر از اعتبارم. آره جون تو میگم من آدمشو پیدا کردم،
آدمش رو پیدا کرده دیگه، میخواد به ما نو قرض بده. تو میخوای قاچاق کنی، میخوای جنس قاچاق بریزی تو بازار، این مسکرهای بیچاره رو از اینم بدبخترشون کنی. این مدل حرف زدنت هم نگرده واسه اون رفیقت. ببین آقا جمشید، تو ما رو 2 سال فرستادی دانشگاه، من عمرن دیگه نیستم، رفیقمو نمیدونم. من راوچاشو رفتم در آوردم، تجارت میکنیم با دلار. دلار؟ این کلا واسه سر ما گشاده. تو دروغگویی، ما هم تمکار، این کک شیطون میفته به تن آدم. چه؟ این چی؟ کک شیطون. البته شیطون نداشت، نمیدونم چی بود، کک بود، کک بود، از بچگی عاشقش بودم. چونه تو؟ حتی شیطون نداشت. خب کیا میگن درسته؟ کیا میگن نادرسته؟ بفرمایید خانم افشار. کاملاً درست. ببخشید. خواهش میکنم. افشار علی ببخشید، چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ بفهمید. ببخشید میخواستم که خصوصی با اتون حرف بزنم. خب نگار، پس ما میرم دیگه. بفهمید. من امروز سر کلاس واقعا کارتون حرف نداشت. مثلا فکرشم نمی کردم که راه حل مثلا غلط باشه. من پریم روز معذرت می خوام، من فهم می خواستم مسئله حل شه. نه نه نه، این چه حرفیه، اتفاقا لذت بردم. ممنونم، با اجازه. ببخشید، می خواستم بگم که با اجازتون من مقالهاتون رو تو اینترنت خوندم، مبحث کوانتوم. بله. بیشتر شبیه شعر بود تا فیزیک، یک فیزیک شاعرانه. عبور تکه‌ای بسیار اندک از جسم که از سینه دیوار همانند حس ناشناخته بینام
که در لحظه وقوع از جسم کنده می شود تا از دیوار بگذرد. از دیوار هم می شود گذشت. عالی بود. با اجازتون من میرم. ببخشید منتظر موندی و بریم. خب چی خب؟ چی میگو؟ هیچی خب هیچی نمیگفت. در مورد درس و اینا صحبت کرد همین. دو ساعت اونجا وایساده بودین حرف میزدین در مورد درس و اینا. بابا را دیگه وقتی رو میخوایی چی بشنبیم اصلا؟ هیچی هری سلام اکبر. سلام. وای کجایی؟ از دلشوره مردم. چی بگم؟ آره خونه هست. بهش گفتی؟ نه بابا چی بگم؟ دارم سکته میکنم. دور از جونت، از این حرف رو نزن. دست خودم نیست. هر وقت میبینمش آتیش میگیرم. شاید حکمتی داره اکبر. حکمت؟ چرا هرچی حکمتی واسه ماست؟ کف نگو. همش تقصیر خودم. تقصیر تو نیست. چرا؟ همش تقصیر خودم. پارسال همه چیز شور بود. میتونستم جهیزیاشو جفت و جور کنم. درد اینجا بیخ گلمو گرفته. از این حرفو نزن اکبر. چی میگی؟ چی کار کنم آخه؟ چی بهش بگم؟ اصلا من فردا میرم خونه شون با مادرش حرف میزنم. خوبه؟ نه. چی میخوای بهشون بگی؟ میخوای بگی پسرتون بیاد دختر ما رو بگیره؟ پسر به باباش گفته شاید در آینده دخترتون دل منو بزنه. تو این زندگی آزارم به یه مورچه‌ام نرسیده. چرا آسمون زهر به سرم بارون؟ بچه که بود تو کوچه وقتی دخترها لیلی بازی میکردن حسرت بازی اونا رو میخورد. شهرزاد جونم. همه پارساس بابات کو رفته لباسش رو عوض کرد. بوی قرمه سبزی تو کل ساختمون پیچیده. سلام. سلام بودن. باز که زودتر از من درواز کردی. بول بودم مهمون داری. بیا چه بو قرمه سبزی پیچیده اینجا؟ اینا رو نمیگیری از دستم؟ شهرزاد میگیره. سلام.
سلام دختر. خسته نباشی. خوش اومدی. ممنون. اون لباس عوض کن. سلام دایی. سلام دایی جان. خوش اومدی. بابا چقدر در، چقدر سمینار، چقدر دانشگاه. همه ما رو فراموش کرد. الهی من دورت بگرم. قربونت برم. خیلی خوش اومدی. البته دایی جان همه جا با افتخار پوزتو میدم. من مخلص شما. من لباسم رو عوض کنم. من خدمت رو بگیرم. برو برم. برو برم. سلام داداش. سلام آبجی فهیم. چه خبره از این برا؟ وا داداش خبر نداری تولد زنته؟ پس کو کادو؟ آقا خبر نداره، کادو هم نگرفته. سلام بابا. سلام دختره گلم. کادو یادت رفت؟ ببخشید بخورم. از دست تو بابا. برو لباستو عوض کن، مامانم فعلا نیومده. کجا رفته؟ دندون پزشکی. بابا این که دندونش خوب نمیشه که، همش درگیر دندون پزشکی. باش. سلام علیکم. اکبر آقا. سلام علیکم. احوال شما. شما چطوری؟ قربونه. نه شام دعوت میکنی، نه شب نشینی میاد. اختیار داری، بفرما. سلام اکبر. سلام علی جون. چه خبر؟ سلامتی. چطوری برادر؟ قربان شما. آقا دست شما درد نکنه. بچه‌ها گفتن اون مجوز رو. خواهش می‌کنم. نه، با چی پرجوز اومده داره؟ کارش راه انداختم. دست شما درد نکنه. ما چه هرچی زحمت داریم دوشی شما. نه، باشه، باش از این زحمت. سلام داداش. سلام آبجی. خسته نباشی. سلامت باشی. سلام. قربونت برم. خوشگل دایی، ماشاءالله. سلامت باشی داداش. خوبی آبجی؟ قربونت برم. خوبی تو؟ منم. مطمئنی؟ آره آبجی. داداش چته؟ حالت خوب نیست؟ چیزی نیست آبجی. حالت خوب نیست چته؟ پسر نگارا جواب کرده. یعنی چی؟ یواشتر. پسره گفته شاید دلمو بزنه. نگار خبر داره؟ نه خبر نداره. غلط کرده نکبت. دختر به این خوبی شاگرد اول درس و دانشگاه. همش تقصیر خود منه. اگه تونسته بودم جهازش رو جفت جور بکنم کار به اینجا نمی کشید. پسره اگه می دونست نگار چه جواهریه عاشقش می شو. من نتونستم. من ندونستم. بی پولی و بی کاری بازار بیچارم کرد. حالا ناشکری نکن. چی میگی فروزان؟ هی میگی ناشکری نکن، ناشکری نکن. تو که جای من نیستی. شوهرتو داری، بچه‌تو داری. من بدبخت چی کار کنم؟ زدم با دست خودم بچه نازنینم و تو اون تصادف فلیل کردم. نتونستم حتی یه جهاز واسش فراهم بکنم. اینجا جلسه گذاشتیم؟ بابا نه فهیمه خانم، داشتم میرفتم لباسم رو عوض کنم. ما هم که نادون. ای ماشالله فهیمه، اخلاقو تو عوض کن. چی میگو؟ هیچی بابا، داشتم گفت کادو یادش رفته. لباسه تو عوض نکردی؟ الان عوض میکنم گلن. حالت خوبه؟ میدونستی وقتی صدات از گوش به قلبم میرسه حالم رو عوض میکنم. خاله هام هم دارن میان، شما هم که کادو یادتون رفت. البته حدسشو میزدم. اینو بده بهش. انگشتر مادرته. مگه مورال مادرم نیست؟ چه فرقی میکنه؟
مادر مادره. عقل آدمیزاد تو بعضی معرکه ها ول معطله. صدای شکستن غرور پدرم می اومد جلوی فامیل، تو بازار و مهمتر از همه تو درون خودش. اتفاقات براش سنگین تر می شد. همه چی جوری پیش می رفت که پدرم دست به کارایی بزنه که مثل آتیش همه تار و پود زندگیمونو بسوزونه و از بین ببره. زشته که خانواده ها تو دادگاه مشکلشون رو حل کنن. باک نمیشه. داشتی مغازه اکبر دید میزنی. ببخشید، شما مفتش این راسته ای؟ باید ادامه داد. چیو؟ زندگی رو. بازی که سر پدر در آوردی سر اکبر در نیار. من تو کار تجارت با کشتی هم، یه کار بین المللی. چرا تو حالا ازدواج نکردی؟ زندگی ما هیچیش نیست که این دختر من تو اتاق داره درد میکشه.